اگر اینکه هیچ صوفی عارف نیست و هیچ عارفی صوفی نیست، عرفان و تصوف رو نبایستی با هم توأم فکر کرد و توأم ذکر کرد، برای اینکه اونطور که ما گفتیم عرفان یک ارتباط است بین انسان و خداوند متعال که در سطح بسیار بالا و مقدس است. اما صوفیگری یک مذهب انحرافی و باطل. بنابراین کسانی که فکر میکنن که صوفی با عارف یکیه، با هم ذکر میکنن در کتاب اینا فراوان، ما این قبول نداریم. هیچ صوفی عارف نیست و هیچ عارفی صوفی نیست. عرفان حقیقی و تصوف معروف و مشهور اصلا قابل جمع نیست. این یک. دوم عمده دلیل ما بر بطلان تصوف اخبار اهل بیت علیهم السلام که یکی از اون گفتار امام صادق علیه السلام در حدیث معتبر که انهم اعداء اونا مطلب سوم، این فرقه منحرف که از اهل بیت علیهم السلام جدا شدن برای خودشان قطبها و اولیایی ساختن. بله خب، که یکی از این طایفه همان مثنوی است که میگه آزمایش تا قیامت دائم است، پس به هر دوری ولی لازم است، پس امام و حی مطلق اون ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. این فرقه که از اهل بیت علیه السلام جدا شدن و دور افتادن، برای خودشان قطبها و اولیایی ساختن و بالاخره در مذهب امامیه اولیا اشخاص خاصی هستند. ما ولایت را شخصی می دانیم، پیغمبر و ائمه علیه السلام که در اخبار متواتر یک یک نام آنها ذکر شده، اما اینا ولایت را نوعی می دانند. هر کدام از قطبه های خودشون را ولی می دانند، حجت می دانند و اینا گفتیم در جلد اول تذکرت الاولیا. یکی از کتاب های مزله تذکرت الاولیا است که در جلد اول 40 نفر، در جلد دوم 57 نفر از اون رو ذکر کرده. اینا ساختن یه چهره های ساختن، چهره های آرایش دادن با ادعاهای باطل و دروغ و بی‌مدرک اینا. خلاصه مثلا با ما امامت رو ولایت رو شخصی میدانیم، اینا نوعی میدانن، این یکی از انحراف های اینا همین راه هست. من خب، چهارم، برای ساختن این قطبه ها مانند بایزید بسطامی، ابراهیم ادهم، معروف کرخی، شقیق بلخی، زنون مصری، جنید بغدادی امثال اینا چهره سازی کردن با ادعاهای دروغ بدون مدرک بدون و چهره آرائی کردن که همه با ادعاهای بدون دلیل و ذکر فضائل و مناقب بی خود ساختگی که بیشتر اونها با دلائل عقلی و حکم عقل نیز باطله. اتحاد و حلول و وحدت وجود و امثال اینها. این کتاب تذکرت اولیا بازم ذکر کردم، عطار یکی از کتابهای مزنده که در این راه مدرک اونهاست. خب مطلب دیگه این که بهترین دلیل بر بطلان مذهب صوفیه همین مطالعه احوال همین ما از این را وارد شدیم، یک یک این را مطالعه کردیم. در احوال اینا مطالعه برخلاف اسلام فراوان دیدیم، به قول خودشان که اینا را قطب معرفی میکنند. احوالشان در یکی از کتاب همین کتاب تذکرت الاولیا مطالعه ذکر کرده که خود اونو مطالعه کنیم میفهمه که اینا دروغ است و رفتار مشی اونها برخلاف اسلام است و همین کافیست در بطلان اونا. اگر واقعا شما اینها را رهبر خودتان، راهنمای خودتان، ولی خودتان بودن، هیچی که از اینها احوالش و اطوارش و مشکش با قرآن و فرهنگ اهل بیت تطابق نداره. بله، بالاخره پنجم، با سرقت کلمات ائمه علیهم السلام، کلمات ائمه علیهم السلام اینا سرقت کردن. موارد زیادی هست که دوتاش ذکر کردیم، به نام اقطاب خودشان قالب زدن. بنابراین این اصولی که بنده عرض کردم، کسی فرصت نداشت بر اساس این اصول کتاب این را مطالعه کنه، روشن میشه کسی مثل خورشید در وسط آسمان یک مذهب انحرافی باطل، بلکه در مقابل اهل بیت علیهم السلام به کمک سلاطین و بنی عباس اینا
یعنی ساختن که مردم رو از اهل بیت دور کنن. خب چون برای که راه حق یکی بیشتر نیست، در قرآن کریم در 32 جا صراط مستقیم ذکر شده، صراط مستقیم. بعد گفته لا تتبع السبل فتفرقکم عن سبیله، دنبال راه های دیگه نروید، اگر راه های دیگه برید از صراط مستقیم. وقت در تفسیر برهان و امثال اون اهدنا صراط المستقیم یعنی صراط ولایت برای اهل بیت علیهم السلام، این راه بسیار روشن خلاصه. کسانی که از این راه دور بیفتن دیگه باطل میباشند.